آخرین نامزد ریاست فدراسیون فوتبال هم یکی از جنس خود فدراسیونه. شهاب‌الدین عزیزی خادم، عضو هیئت رئیسه و مشاور عالی و اجرایی فدراسیون فوتبال، کسی که قبل از این در باشگاه پیکان سابقه مدیریت داشته و البته در ادارات و بنگاه‌های اقتصادی هم حضور در سمت‌های اجرایی مهمی رو در کار رامش می‌بینه. با همین پیشینه هم پروژه تجاری سازی در بحث باشگاهی، بازاریابی مدون پروژه‌های مختلف، خودبرندسازی مجدد فدراسیون فوتبال، توجه به فوتبال زنان و تقویت دیپلماسی فدراسیون رو جزو مهمترین برنامه‌های جاه‌طلبانه خودش معرفی کرده. نکته قابل توجه در مناظره عزیزی خادم این بود که این چهره مدام از کلمات انگلیسی مثل زیرو تولرانس، دیولوپ و وین وین استفاده می‌کرد. وقتی شما وقتی اومده به نیروی انسانی با کیفیت، پول دارید، درآمد دارید، تیم ملی اردو دارن، دیولوپ میکنی، توسعه میکنی، مناطق تو استانات رو پروژه بهت میدن و شما در یک فضای برد برد و وین وین قرار میگیرید. این نامزد از برنامه‌هایی برای حل بحران پول‌های بلوکه شده فوتبال ایران هم خبر داد. عزیزی خادم اصلاح اساسنامه رو مهمترین دلیل در راستای ترغیبش جهت حضور در انتخابات دونست و اعلام کرد برای حرکت دادن فوتبال کشور در مسیر پیشرفت برنامه مبسوطی را آماده کرده. نکته ای که عزیزی خادم خیلی بهش تاکید داشت استفاده از نیروی انسانی با مهارت و متخصصه، فاکتوری که از نظر این نامزد میتونه باعث نجات فوتبال ایران از سقوط بشه. البته این نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال تحول در نظام باشگاهداری رو صرفاً وظیفه فدراسیون ندونسته و اون رو تحت تاثیر کارکرد و نظر عوامل و نهادهای مختلف به حساب آورده. عزیزی خادم که به نظر میرسه ایده‌های زیادی برای دوران ریاستش در سر داره، در مورد انتخاب تکنیکال منیجر برای تیم‌های پایه هم توضیحاتی ارائه داد. عزیزی خادم همینطور تو بخش روابط بین‌الملل، ارتقای دیپلماسی جهانی، تعامل مسالمت‌آمیز با فیفا و افزایش قدرت چانه‌زنی سیاسی رو عواملی به حساب آورده که میتونن گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشن.